کشف و انهدام کارگاه غیرمجاز تولید مواد غذایی در پاکدشت. از روغنای که برای پخت و پز استفاده می شده و هر گالونشون احتمالاً 10 تا 20 هزار تومان قیمتش بوده، اینا رو می بردن اینجا و داخل شیشه های روغن زیتون و روغن کنجد می ریختن و برچسب روغن زیتون و کنجد رو اونا می زدن و در سطح بازار به صورت تقلبی عرضه می شده. در اینها رو هم با تجهیزات فنی که اینجا دارن کاملاً پلمب می کنن، خریدار متوجه این که این روغن زیتون هست یا نیست نمیشه مگر افراد متخصصی باشن بدونن این قضیه رو. همینطور روغن کنجد رو هم به همین صورت بسته‌بندی می کنن، توزیع می کنن در بین فروشگاه ها و در بازار رو. خب از این طریق هم یک اقدام متقلبانه صنفی رو دارن انجام میدن، اقدام مجرمانه ای رو دارن انجام میدن. اینجا اینطور این شیشه ها پر میشد و حالا همین کارگر از محتویات شیشه ها اظهار بی اطلاعی میکنه. مثلا تو روغن زیتون بود یا روغن معمولی؟ روغن ما دیدیم اینجوری گفتیم، گفت که نه فرق نمیکنه، ما مثلا چون سواد نداریم نمیتونستیم مثلا بخونیم. گفت من تو این شیشه ها میفروشن، اونجوری تو پتا من نمیخرن. اینجوری میخوام بسازم روغن زیتونه، شما روغن معمولی داخل رو خودمون سواد نداشتیم نمیتونستیم بخونیم، به خاطر اون بهش گفتیم، گفتیم که مثلا چی نه، گفت نه اصلا من برای خودم چی میکنم این، اصلا شما نگران اون نباشین. اینجا خودروها هم از این خوراک بی نصیب نموندن. حتی روغن توتال برای خودروها از این روغن داخل بطری ها میذارن، برچسب ها رو اینجا میذارن و متاسفانه توزیع میکنن در جامعه. و در پایان هشداری برای کسایی که سلامت مردم رو تهدید میکنن. ما در تعزیرات حکومتی با شدت با این افراد برخورد خواهیم کرد، با کسانی که با سلامت مردم، با خورد و خوراک مردم سرکار دارن و کالای تقلبی رو به خورد مردم میدن با شدت برخورد خواهیم کرد. کمتر از 2 ماه از فعالیت این کارگاه غیرمجاز میگذره که با هوشیاری نیروی انتظامی تعطیل و عوامل آن روانه زندان شدن. محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.